سوال اومده پلاسموسیت ها رو با لنفوسیت های تیه کشنده مقایسه کرده پلاسموسیت ها جای خالی لنفوسیت های تیه کشنده خب گزینه اول برخلاف لنفوسیت های تیه کشنده به یاخته هدف خود متصل می شوند خب دقت کنید که پلاسموسیت ها به یاخته هدف خود متصل نمی شوند. چرا که با تولید پاتن اون پادتنها ها رو میفرستادن که با عوامل بیماریزا درگیر باشن پلاسموسیت ها همانند لنفوسیت های تیه کشنده برای تولید سروم استفاده می شوند خب تولید سروم مخصوص پادتنه که از پلاسموسیت ها درشون میشد لنفوزیت های تیه کشنده توی تولید سروم نقشی نداشتن پس این بخش همانندش باعث میشه غلط بشه پلاسموسیت ها برخلاف لنفوزیت های تیه کشنده در مقابل با آنتیژن های محلول نقش دارن خب پلاسموسیت ها میتونن با کمک تولید پاتنی که دارن با آنتیژن های محلول مقابله کنن اما لنفوسیت های تیه کشنده این توانایی رو ندارن و جواب هم میشه گزینه سوم اما گزینه چهارم گفته پلاسموسیت ها به طور مستقیم از تکثیر یاخته های قبل از خود ایجاد شدن دقت داشته باشید که پلاسموسیت ها از تمایز یاخته های قبل از خودشون ایجاد میشن نه از تکثیر اونها بنابراین جواب این سوال همون گزینه سومه